قانونو دانشمند هسته‌ای پس از فرار توصیف دقیقی از تاسیسات هسته‌ای اسرائیل در اختیار نشریه ساندی تایمز قرار داد. همراه 60 عکس که او پنهانی از این تاسیسات گرفته بود. ما با استفاده از این اطلاعات تصویری سه‌بعدی از تاسیسات هسته‌ای اسرائیل تهیه کردیم. این تصویر هوایی پایگاه سری اسرائیل است. پایگاهی که پای هیچ بازرس غریبه‌ای به آن نرسیده. هیچ هواپیمای خودی و غیر خودی حق عبور از فضای این پایگاه را ندارد. تنها مرغ حیوانانو بود که توانست اطلاعاتی را از این ساختمان ها بیرون بکشند. ساختمان هایی که با نخل های بلند محاصره شدند. میبینید که یک ردیف تاسیسات اینجا وجود دارد. ساختمان شماره یک نماد تاسیسات هسته‌ای دیمونا است. در اینجا کوره یا رکتور هسته‌ای بلندی به ارتفاع 20 متر قرار دارد. این تنها چیزی است که از دور قابل دیدن است. وانانو ما رو با خود به ژرفنای کوره هسته‌ای میبرد. رکتور آب سنگین رو فرانسوی ها در دهه 1950 میلادی در اینجا ساختند. ظرفیت اعلام شده به گفته فرانسوی ها معادل 50 مگاوات است. نخستین رازی که وانانو برای ما برملا کرد این بود که این راکتور یا کوره هسته‌ای 3 یا حتی 5 برابر بزرگتره. سالیانه در اینجا 40 کیلوگرم پلوتونیوم تهیه میشه که برای ساخت 10 بمب اتمی کافی است. در همسایگی ساختمان شماره 3 قرار داره. در اینجاست که میله های سوخت مورد نیاز راکتور هسته‌ای تهیه میشه. محل تولید لیتینیوم 6 که برای ساخت بمب اتمی ضروری است همینجاست. همچنین این ساختمان شماره 5 است و در اینجا میله های سوخت را پوششی آلومینیومی در بر میگیره. ساختمان شماره 6 در واقع برق مورد نیاز مجموعه را تامین میکنه. آزمایشگاه در ساختمان شماره 8 قرار داره و در اینجا یکی دیگر از رازهای وانانو نهفته است. در اینجاست که اسرائیل اورانیوم غنی شده می سازد. این ماده هم مثل پلوتونیوم می تواند برای ساخت بمب اتمی نقش حیاتی داشته باشد. اورانیوم از گاز سانتریفیوژ شده تهیه می شود. با توجه به بزرگی ساختمان به نظر می رسد حجم اورانیوم تولید شده در اینجا فوق العاده زیاد باشه. به علاوه این ماده در ساختمان شماره 9 نیز تولید می شود. ساختمان شماره 10 محل تولید اورانیوم ضعیف شده است. این ماده در تولید نوعی گلوله‌های توهی کننده نقش اساسی داره. ساختمان شماره 4 پرتوهای رادیواکتیو را می‌زداید پیش از آن که این پرتوها گسترش یابند. اما اینجا ساختمانی دراز است که هیچ پنجره‌ای به بیرون ندارد. این دومین ساختمان فوق محرمانه دیمونا است. دو طبقه نادیدنی در آن قرار داره، اما زیر این بنا 6 طبقه دیگر ساخته شده. وانانو به جهانیان چیزی را نشان داد که از دید همه ماهواره‌ها پنهان مانده بود. در اینجا که اسرائیل عملیات جداسازی پلوتونیوم را انجام میده تا به تنها هدف خود یعنی ساخت بمب اتمی دست پیدا کنه. در دهه 1960 میلادی بازرسان دولت آمریکا تنها توانستند به طبقه اول راه یابند. در آنجا آنها تنها با غذاخوری و دفاتر اداری مجموعه روبرو شدند. آسانسورهای منتهی به طبقات زیرین را پشت دیواری پنهان کرده بودند. درست پشت همین ساختمان کامیون‌ها میله‌های سوخت خود را خالی می‌کنند. جرثقیل‌ها محموله‌های مربوطه را به درون ساختمان میبرند تا آنها را در کارگاهی در ژرفنای 4 طبقه پایین تر فرو ببرند و میله های سوخت را به درون تانکرهای انباشته از اسید شوره دار فرو میفرستند. این میله ها در این محلول پیرامون 30 ساعت خیس میخورند و سپس محلول از راه لوله های بیرون کشیده میشود و اورانیوم و پلوتونیوم افزوده میشود. در جریان فرایند شیمیایی این مواد از هم جدا میشود و در اجاقی پخته میشود. بدین شکل گلوله های کوچک 130 گرمی شکل هفته 1.7 کیلوگرم و وقتی این حجم به 4 کیلوگرم میرسد بمب اتمی آماده است. دقیقا همان گونه که در الگوی وانانو از طبقه دوم میتوان این روند را دید. از بالکنی که برای میهمانان آشنا ساخته شده است. بالکنی به نام بالکن گلدا، اشاره به گلدمایر نخست وزیر پیشین اسرائیل. به گفته وانانو در طبقه زیرین اتاق فرمان قرار دارد. تنها 150 کارمند برگزیده شدند که حق ورود به این بخش را دارند. تنها مقام هایی که حق ورود به این بنا را دارند. آنها نخست وزیر و وزیر دفاع به همراه معدودی از معتمدین هستند. وانانو دوربین کوچکی به دست در ساختمان شماره 2 حرکت کرد و از بخش‌های مختلف عکس‌هایی برداشت. در اینجا نه تنها پلوتونیوم تولید میشه، بلکه وانانو دریافت که در طبقه چهارمین ساختمان ماده تریتیوم هم تهیه میشه که در ساخت بمب‌های فرا اتمی به کار میاد. بمب‌هایی که خیلی ویرانگرتر از بمب‌های معمولی اتمی است. دو ماده اساسی دیگر در ساخت بمب اتمی هم در همین ساختمان تولید میشه. لیتیوم و دنوتریوم.
همه این مواد به طبقه پنجم منتقل می شوند، به واحد دوم مواد، و در آنجا در قالب بمب به کار گرفته می شوند. طبقه پایین تر واحد بازآوری است. در آنجا وانونو الگویی را دید که کارشناسان آن را الگویی برای ساخت بمب مافوق یا فرااتمی اسرائیل می دانستند. این بمب 10 برابر بمبی بود که آمریکایی‌ها بر هیروشیما انداختند. کارشناسانی که شواهد وانونو را بررسی کردند متوجه شدند تا دهه 1980 میلادی اسرائیلی‌ها 100 تا 200 بمب اتمی تولید کردند.